سلام و درود به شما که در برنامه نظرات شما با ما هستید. خانم هنگامه چوبین، مادر شهید قیام، آرتین رحمانی می نویسه: اگر حکم جوانانی که برای دستیابی به حقوق شهروندی، آزادی، حق انتخاب و تعیین نوع حکومت و مبارزه با فساد سیستماتیک حکومت به خیابون اومدند، محاربه و فساد فلرزه، پس حکم کسانی که به مردم معترض شلیک میکنند و جون اونها رو میگیرند و چشمانشون رو با ساچمه کور میکنند چیه؟ فکر کردید از مذاب جا پر شده دهان سفدوی با فکر کردید حلقه های دار بست راه این گلوی بیقرار فکر کردید خب این گفته به حق مادر فقط حرف او نیست، بلکه حرف کاربران ما هم هست. به نظرات کاربران نگاهی میاندازیم. کاربری با اشاره به قضاوت نیروهای سرکوب رژیم در قتل بیگناهان مینویسه: حکم کسایی که یه آدم بیگناه و سالم رو از تو ماشینش میبرن، شکنجه میکنن و میکشن چیه؟ کامنت بعدی در مورد جوانانی که به رگبار بسته شدن مینویسه: حکم کسانی که به رگبار گلوله بستن و پیکر ندادن چیه؟ کاربر بعدی سوال مادر رو راجع به قاتلان فرزندان ایران رو جواب میده و مینویسه: حکمشان محو و نابودی است مادر عزیز، که بایستی ما مردم عملیش کنیم به امید رقم زدن اون روز. کامنت بعدی در مورد حمله شیمیایی این روزهای خامنه‌ای به دختران دانش آموز می نویسه: حکم ناکسانی که شیمیایی کردن دخترها رو چیه؟ کامنت بعدی جنایت‌های غیر انسانی رژیم رو به سرنگونی رژیم ربط داده و می نویسه: تا سرنگونی راهی نمانده، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. کاربر بعدی با تمثیلی به مادران درود فرستاده و می نویسه: درود بر تو شیرزن سرزمینم، هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. در کامنت دیگه ای کاربری اعلام آمادگی برای حسابرسی از ظالمان می کنه و می نویسه: آماده ایم تا روز انتقام، زنده ایم به جبران خون پاک جاوید نامان. به نام خداوند هفت آسمان، خداوند رنگین کمان کیان، خداوند دنیا و میلاد من، خدای علی تازه داماد من، خداوند پیکر نداران شیر، خداوند محمود حسین دلیر، کفن گرچه بر تو نپوشاندند، وطن را به آغوش تو راندند، به خونی که از حامدم ریخته، که نامت وطن بر دل آویخته، به فرزند آزادم آتین، به خاک سپهر و به این سرزمین، به خون رضا اشرف و هادیم، به صائب که خواهان آزادیم، که اهریمن از خاک بیرون کنی، دل دشمنان را پر از خون کنی. بله دوستان، اینها فقط پیام و حرف مادران داغدار نیست. اینها گوشه ای از حرف دل مردم نسبت به خامنه ای و عاملان قتل و شکنجه و قضایه اوه. این خواست ملتیه که برای آزادی جوانان خودش رو فدا کرده و این خونها نه تنها فراموش ناپذیره بلکه جوشانه تا ما به عهد خود وفا کنیم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.